سلام و وقت بخیر به برنامه خط کابل خوش آمدید. مسئول صدها کشته و زخمی در رویداد دیروز کشور چه کسانی هستند؟ چرا تا هنوز مقامات امنیتی کابل در چوکی های خود هستند؟ و چرا رئیس جمهور اقدام به برطرفی آنان نکرده است؟ شهروندان کابل دقیقا امروز در صفحات فیسبوک خود از رئیس جمهور خواهان برطرفی مقامات ارشد امنیتی در کابل شدند. اما چرا نتوانستند که امنیت شهروندان و اعتراض کنندگان را دیروز تأمین بکنند؟ در برنامه عصر امروز به بررسی همین موارد میپردازیم. مهمانم در این برنامه آقای سید اسحاق گیلانی، رئیس نهضت همبستگی ملی افغانستان. بسیار تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتیم. تشکر. ابتدا میخوایم بپرسم، زمانی که یک مقام امنیتی از یک مسیر عبور میکنه، آقای گیلانی، شما میبینید که خیلی خوب امنیت از او تأمین میشه، اما متاسفانه زمانی که اعتراض صورت میگیره، مقامات امنیتی میان میگن که ما امنیت اینها را تأمین کرده نمیتوانیم و نتوانستن. دلیلش چی است و چرا امنیت درست تأمین نشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. سلام به ملت نجیب افغانستان. درود بر روح پاک شهدای دیروز و خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه و خداوند به زخمی ها شفای عاجل نصیب بگردانه. ای واقعا یک روز بسیار غم انگیز، بسیار دق و بسیار خراب بود بر همه ملت افغانستان و خدا کنه که دیگه این رقم یک واقع در وطن عزیز ما تکرار نشه. حرکت روشنایی از روز که شروع شد، برادرای هزاره ما همه در یک صف به می حرکت پیوستن، از بزرگای بسیار نامی قوم هزاره، از جناب استاد خلیلی و جناب آقای محقق، حتی معاون اول رئیس جمهور، اینا همه در این اعتراض اشتراک داشتن و خواستار ازی شدن که پایه های برق باید از طریق هزارجات و بامیان و بالاخره به دیگه مناطق بره. ما متاسف به این هستم که رئیس جمهور یک بار از معاون خود نپرسید که امی خود در این حرکت با کدام روحیه شامل شدی، و قسم که اینا میگن که تمام از این بحث ها در شورای وزرا شده بود و حکومت از تمامش اطلاع داشت که کدام را ارزانترین و نزدیکترین است که اینا برای بامیان باید از برق میدادن، که و نه رئیس اجراییه از معاون دوم خود پرسید که شما چرا اشتراک داشتین. امی علت ها بود که بالاخره بعد از یک مقدار صحبت ها و سفارا داخل شدن باز سفرا و باز از این شخصیت ها هم رئیس سفرا را ملاقات کردن، یک تعداد از مظاهره دست کشیدن. تنها استاد خلیلی و یارانش در حرکت روشنایی کمر بستند و مظاهرهشان هم بسیار به خوبی پیش رفت، و او علتش این بود که پیشتر اینا قوتهای امنیتی افغانستان اطلاع داده بودند که ما مظاهره میکنیم، و در این مظاهره اونا امنیت گرفتن و ما شاهد ازی هستیم که هیچ نوع برخورد به وجود نامد. در این حرکت دیروز که اینا مظاهره داشتن و خواستن که بازم هی حرکت زنده نگاه کنن و ما مطالبات مدنی خود از حکومت داشته باشن، تا جایی که من خبر دارم، من نمیفهم که چقدر راست است، آقای اتمر و آقای استانکزای هر دویشان امروز از اینا شب صحبت کرده بود و برشان گفته بود که وضع امنیتی خوب نیست، اگر شما می مظاهره تان نکنین بهتر خواهد باشه، به خاطر که گفته نمیشه کدام واقعی بد صورت نگیره. امی بیرقدارای از این حرکت اونا گفتن که امنیت خود ما میگیریم. خدا کنم غلط باشم، ولی ایره مشونیده.
مسئله دوم جنرال گلنبی احمدزی مسئول امنیت کابل است، رئیس گارنیزیون کابل است. او در مصاحبه خود در تلویزیون ها بسیار به صراحت گفت که وضع امنیتی شهر کابل خوب نیست، به ما اطلاعات خوب نمیرسه، ولی خوب مسئولیت داره، او نمیتونه تمام راز افشا کنه و راپورایی که برشان آمده. شما لطفا نمی مظاهره تان به تعویق پرتین، ولی گوش شنوا نبود و اینا مظاهره خود کردن و که با تاسف این نمیتونه یک واقعه پیش شد. سوال شما که یک مسیر مشخص گرفتن گرفته میتونن و اینا تا به محدی را توان خود کوشش کرده بدن، ولی او مسیرهایی که برای یک روز به دفتن گرفته میشه او بسیار آسانتر از این است که شما چند روز پیشتر اعلان کنین که ما در روز شنبه دوم اسد مظاهره داریم، دشمن تیاریهای خود برش میگیره و میره کار خود میکنه. من از رئیس جمهور تشکر میکنم که امروز روز ماتم ملی اعلان کرد و ملت افغانستان به این متوجه ساخت که این روز است که باید از همه ملت همدست باشن، ولی با تاسف آقای گلانی خیلی انتقاد میشه از رئیس جنایی، رئیس امنیت، قمندان گارنیزون کابل و قمندان امنی کابل و حتی ببخشین وزیر داخلی افغانستان. مصر کل از اینا میاد، این کسان هستن که نتونستن امنیت مصر کل از اینا میاد، ولی با تاسف که امروز ما دیدیم که در شمال افغانستان جشن برپا شده بود به خاطر کامیابی یا ناکام شدن کودتای ترکیه، او بحث مملکت دوست برادر و متحد افغانستان، ولی ما در یک ماتم ملی بودیم، باید از این کار به تعویق مفتاد. سر کسایی که انگشت مانده میشه از وزیر صاحب داخله گرفته تا قمندان امنیه کابل، ای باید از تحقیق شوه و دفتن بسیار به عجله هم باید از فیصله نکنیم که اینا ملامت هستن و کار خود نکردن. اگر ملامت باشن خواهش ما از رئیس جمهور می است که هر چیز زودتر از کارشان اینا را سبکدوش بسازه، ولی اگر سند نداشته باشیم ما فقط مغرضانه بگوییم که اینا ملامت هستن و باید زود پس شوند، به نظر ما که اشتباه است. بله، اما آنچه که بحث دیگر مطرح می شود، هر روز مسئولان امنیتی بیان و برای تظاهر کنندگان یا اعتراض کننده بگوین که شما در این روز تظاهرات نکنین که امنیت خراب است. فکر نمی کنین که به معنای خفه کردن گلوی آزادی در افغانستان من برایتان موافق است و ما نباید هیچ حرکت مدنی را جلوش بگیریم و هیچ کس حق نداره که وقت و روز و ساعتش بر ما تعیین کنه. این حرکت ها، همین حرکت دیروز یک حرکت مدنی بود و اینا حق داشتن که آواز خود بلند کنن. اونایی که غفلت کرده باشن در مسائل امنیتی اونا باید از جزای خود ببینن و اونایی که سرزوری کرده باشن اونا هم باید از جزای خود ببینن، به خاطر که گپ مقامات حکومتی را نشنیدن. اینا همیشون باید از برای ملت افغانستان جوابدهی باشه. در یک غم تمام ملت شاندن، این مربوط به یک قوم، به یک خانواده، به یک گروپ نمیشه. اینا همش برادرها و نور چشمای ما بودن، ما اطفال دیدیم، ما رفتیم برشان خون دادیم، ما پرسانشان نکردیم، در شفاخانه ها رفتیم دیدیمشان. این دردش درد مشترک برای همه ملت افغانستان و این مربوط به یک قوم نمیشه و هر کسی که به قوم بسته میکنه او جفا میکنه در حق اتحاد ملت افغانستان. بله، اما آنچه که داعش مسئولیت رویداد دیروز را بر عهده گرفته است، چه دسایس میتونه که پشت این همه مسائل باشه؟ یک قوم مشخص، یک مذهب مشخص را هدف قرار داده در افغانستان، آنچنانه که در کشورهای دیگر یک قوم و یک مذهب را هدف قرار داده. من فکر میکنم که برادر عزیزم شما ببینین در این ننگرهار چی نمیگذره. شما دیدین یک تعداد زیاد از ریشسفیدارا که سر ماین شاندن و به یک وقت انفجار دادن، ولی یک روز یک آواز بلند نشد که چرا این کار در حق از اونا شد. اون رو داعش کرد. ما دیدیم که به ده ها نفر اینا حلال کردن و یک روز آواز بلند نشد که چرا می کار کردن. یک روز ما به اسم جامعه مدنی در سرکان ابر آمدیم که جلو داعش بگی حکومت.
به نظر من این یک فرصت بسیار خوب برای داعش پیدا شد که از این استفاده کنه، که با تأسف این فقط یک قوم قیمتش هم میپردازه، اونا زیاد شهید دادنده ای، ولی این فراموش نکنیم که چند روز پیشتر جناب رئیس جمهور در ولایت ننگرهار بیانیه بسیار تند نسبت به داعش داشت و خواست که داعش قدرت و توان خود برای رئیس جمهور نشان بده که ما در 2 کیلومتری ارگام میتونیم که کارهای را انجام بدیم که تو تا به حال سرش فکر نکرد. بله، رئیس جمهور شب گذشته در سخنرانی خود گفت که کسانی که رویداد دیروز را سازماندهی کردند و مردم را شهید ساختند در هر کجایی که باشند، گفت ما انتقام میگیریم. خانش آباد خدا کنه که بتانه بگیره، ولی شما شنیدین که در ننگرهار گفت که تا به یک هفته باید از داعش از بین بره در جلال آباد، ولی ده هفته هم پوره شد و روزام گذشت و هیچ چیز نشد و زیادتر هم بدبختی و مرگ و زخمی و اینا رو ما زیادتر دیدیم. به نظر من هیچ وقت به شعار نباید زندگی کنیم، ما باید از عمل داشته باشیم و در عمل باید از مشترک از مشاورین خود گرفته، از همه نظام گرفته، یک فرد باید از تصمیم نگیره. هر وقتی که فرد تصمیم بگیره، هر وقتی که فرد استاد شود در پشت تریبیون و مشت بسته کنه و چیغ بزنه و بگه که من این کار را میکنم و پشت سر خالی باشه و هیچ کار نشه، او ناامیدی ملت پیدا میکنه و بدون سرفگندگی دیگه کار نمی باشه. ما امیدوار هستم که رئیس جمهور و هر کس دیگه که زمامدار هستند در این مملکت از این رقم روش ها پرهیز کنند. اما در کل مسئول چه کسانه است؟ نزدیک به 100 تن در کشور کشته شدن در یک روز، در یک ساعت یا در چند ساعت؟ ما امیدوار هستم که این هیئتی که تعیین شده هر چی زودتر مسئولین پیدا کنند و در اونمو چوک بر از اونا جذابه که همه ملت افغانستان شاهدش باشه، که دیگه فراموش نکنن که وظیفه که برشان سپرده میشه اینا مسئول حفاظت جان و مال مردم افغانستان هستن، اینا باید است که کوتاهی در این راستا نداشته باشه. اما شما میبینین زمانی که سربازان از وردک حرکت میکنن همچنان قتل عام میشن در ساحات کابل، در این کمپانی کابل دختر با آتش کشیده میشه در کابل توسط مردم، انتحار و انفجار هر روز مردم را تهدید میکنه. فکر نمیکنین که مسئولان درجه یک کسان هستن که امنیت کابل را عهده‌دار هستن و باید دیجا شک نیست دیجا اما شک چرا نیست. رئیس جمهور خیلی هم مدارا میکنه همراهیشان و هنوز در چوکی هایشان هستن. اگر رئیس جمهور مدارا میکنه خوب نمیکنه، برای خودش بسیار قیمت تمام میشه، انتقادات سرش زیاد میشه و امکان داره امو علاقمندیه که مردم رفتن رای دادن برش او علاقمندی کم میشه و دیگه هیچ وقت به حیث یک شخصیت در قلب مردم جای نخواد داشت و مردم اگر ناراض شدن و روی گشتاندن او قیمت را باز آقای اشرف غنی پرداخته نمیتونه و یک قیمت برای ملت افغانستان هم بسیار قیمت تمام میشه که اینا با تمام مشکلات رفتن در صندوق قایره یا به اشرف غنی رای دادن. بله، اما شما آقای گیلانی مسئولیت یک نهضت یا یک حزب سیاسی را بر عهده دارین. جنبش روشنایی هم یک جریان سیاسی یا اجتماعی بود که دیروز تظاهرات کرد و روزهای پیش، چی تأثیر میتونه که روی اعتراضات مدنی افغانستان داشته باشه چنین رویدادها در کشور؟ با تأسف در می طول 15 سالی که ما بسیار داد از دموکراسی میزنیم و یک مقداری از مملکت‌های دموکرات هم که دموکرات‌تر خود احساس میکنیم و او همش هم در شعار در عمل هیچ چیزی نه، شما ببینین حالت احزاب سیاسی را، حرکت‌های مدنی را، همین حرکت روشنایی را، اینا همش با تهدیدات روبرو میشن. پیش ما مثلا بعضی وقت حکومتی ها میاین که شما از حکومت پشتیبانی کنین به حزب سیاسی، اینا دعوت میکنن احزاب سیاسی رو، اونا یه بخدر تا بال نفهمیدن که این وظیفه احزاب سیاسی در یک نظام سیاسی دموکراتیک چی میباشه. این خود از این نشان میده که این نظام به دموکراسی عقیده نداره و فقط پشتیبان میپاله. اگر امی حرکت ها امی رقم خفه شوا و کشته شوا و سر گلوی و آواز مردم پا مانده شوا و بر از اینا اجازه داده نشه که آواز خود بلند کنن و بترسن نشانه که داعش میکشه تانه و
کس دیگه شما را میکشه و هیچ وقت این آواز مدنی خود بلند کرده نتانن. به نظر من ما دیگه لاف از دموکراسی و یک نظام مردم سالار در این مملکت زده نمیتانیم و این همه شعار است، پوچ است، دروغ است و دنیایی که ما را به این نام کمک کردن و فکر کردن که ما بسیار زود به دموکراسی میرسیم و صاحب مردم سالاری میباشیم، به نظر ما اونا هم ناامید خواد شدن و به صورت قطع دیگه به شعارهای توخالی از اون گوش نمیدیم. بسیار شدید هم به عقب روان هستیم و بسیار شدید هم احزاب ما توهین و تحقیر میشن، بسیار زیاد هم به احزاب و به حرکتهای مدنی ما گوش داده نمیشه. با تأسف این نظام نتانسته که واقعا یک الگوی خوب برای به حیث یک نظام دموکراتیک باشه. اما فکر میکنین بدیل بس چه است؟ زمانی که صداهای مدنی در افغانستان قد علم میشه و در گلوها خفه میشه و نظام هم فکر میکنین که حالا به نیازهای مردم پاسخ و مثبت داده نمیتونه، بدیل چه است آقای گلی؟ بدیل بسیار ساده هست. بدیل برای ما بهترین الگو کودتای ترکیه هست که مردم خیستن و کودتا را از بین بردن. اگر مردم افغانستان از قوم پرستی، نژاد پرستی، زبان پرستی و بالاخره مسائل مذهبی گذشته و فقط باعث افغان و مسلمان اینا با هم نزدیک شوند و یکی دیگه خود دوست داشته باشند و در تمام مسائل خود شریک بسازند، اگر این حرکت روشنایی تنها به مردم بامیان تعلق نمی گرفت، تنها به مردم هزاره تعلق نمی گرفت، تنها به مردم شیعه تعلق نمی گرفت که از هرات بیای دعوای برق بامیان کنه، از غزنی بیای دعوای برق بامیان کنه، ایره اگر افغانستان شمول می ساختن، اگر در صف اول ازی پشتون روان می بود، در صف دوم ازی تاجک و در صف سوم ازی هزاره می بود و پشتون از دایه برادر هزاره ما دفاع میکرد، این به مراتب مقبولتر میشد که بر همه برق میرسید. دو مرکز بزرگ افغانستان که مرکزهای امپراتوری افغانستان است که قندهار و غزنی است، تابل برق ندارند. پکتیا با تمام کلانی خود برق نداره. ما هیچ وقت ایره باید است این رقم یک رنگ نتیم که تنها امرای یک قوم وضع درست نمیشه و او قوم خدای نخواسته و تحقیر و توهین دیده میشه. ما امروز در شهر کابل 7 ساعت برق نداشتیم. واضح هست دیگه. خب برق وارداتی است از دیگه جای میاد. در کل ده ها کشته و صد ها زخمی، میتواند که مسیر برق 500 کیلوولت به کابل را تغییر بده یا نه؟ فیصله حکومت شده و مسیر هم تغییر ناپذیر است. من فکر میکنم که آل دیگه می برق از هر رای بیای ارزش یک قطره خون از اونمو جوانای ما را نداره که در چراهی دیم زنگ شهید شدن. بله. اما آنچه که حکومت افغانستان باید با زندانیان داعش در افغانستان کنه چه است؟ شما میبینید که در زندانهای امنیت ملی افغانستان صدها فرد به اتهام حتی به جرم کار کردن با داعش زندانی هستن. به اتهام شاید زیاد باشه ولی به جرم تا به حال اینا ثابت ساخته نتانستن. اگر به جرم است باید هر چی زودتر اونمو چوک بهتر اینجا هست. فکر میکنم حکومت افغانستان بدار بکشه مجرمانه که اگر نمی با داعش همکار بودن؟ اگر نمی کنه دیگه خب باز اینا هم به دعوت نامدن که مهمان حکومت باشن و تمام روز پلاو چلاو در محبس بخورن و گردناشون زیادتر لکشتر شوه. هر او کسی که خون یک فرد افغان میریزه باید از خونش ریختانده شوه تا پند شوه بر دیگران، که خون افغان ارزان نیستی ره، هر کس باید از نیت ریختاندنش نکنه. بله آقای گلانی، مسئولیت تظاهرات دیروز را چند تن آنچه که شما هم در سخنانتان گفته نمایندگان مردم غزنی و کابل و هرات و اینجاها و دایکندی داشتن، فکر میکنین که از اینها هم بازپرس صورت میگیره یا نه قوانین نافذی افغانستان براشان حق دادن که اعتراض بکنه و اینکه این مسئله رفت به طرف خون، این مسئولیت نیروهای امنیتی بوده که چند نفره که نماینده های مردم افغانستان هستن در پارلمان هستن و خدا کنه که اونا مربوط به هر ولایت باشن، اونا حق دارن که امرای مردم خود روان باشن
ولی اگر ایر مذهبی و قومی میسازن او کار غلط است و یک بازپرس باید است حتما شود زینا پرسیده شود مثل که من پیشتر گفتم که آقای اتمر و آقای استانکزای رفته بودن امرای زینا دیده بود اگر این گپ راست باشه باید است همین دو کسی که مسئولیت مسائل امنیتی پیششان است ایناست پیشان بپرسه که ما شما را گفته بدیم که نرین چرا می کار کرده همین چرای از اینا را یک بار گوش برادرای ازاری ما برسانند با گوش از اون کسایی که جگرگوشه هایشان امروز در قبر خوابیده با گوش از اونا برسانه که ما مسئولیت خود خلاص کرده باشیم یعنی یک کلگیش ما نباید گردن حکومت من خودم یکی از معترضین حکومت هستم ولی گفته حافظ شیرازی چو عیبش بگفتی هنرش نیست بگو ولی در اون جایی که عیب داره عیبش هم میگم در اون جایی که هنر داره باید از هنرش گفته شده دیگه اگر امی کار امی دو عالی جناب ما کرده باشن و امی حرکت کرده باشن رفته باشن صحبت کرده باشن من میگم تقدیر میکنم آفرینشان که اینا پیشبین بودن بر زمین و میفهمیدن که میتونه یک واقع میشه و بر جلوگیری از میتونه یک واقع رفته بودن ایره باید از اونمو مادرهای که اولادای خود از دست دادن اونام بفهمن سپاسگزارم آقای گیلانی از حضورتان در تشکر از شما تشکر از شما بیندا که این برنامه را دنبال کردین بعد از وقفه کوتاه همکارم تعداد از روزنامه ها را به خانش گرفته تماشا کنید حالا خدا نگهدار سلام من رازقیار هستم و بخش مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز خوش آمدید بیشتر روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز مطالبشان را به حادثه خونین روز گذشته در کابل پرسش ها و نگرانی ها در این مورد اختصاص دادند محل حمله مرگبار به معترضان جنبش روشنایی در کابل چهار راه شهدا نامگذاری شد و نقل از پایگاه اینترنتی بی بی سی به دنبال کشته شدن ده ها معترض جنبش روشنایی در چهار راه ده مزنگ کابل محل کشته شدگان آنها چهار راه شهدا نامگذاری شده است کاخ ریاست جمهوری در اطلاعیه بدون ذکر اشاره مستقیم به جزئیات این رویداد و شهرداری کابل دستور داده که چهار راه ده مزنگ به نام چهار راه شهدا نامگذاری شود روزنامه کابل پست در سرمقاله‌اش نگاشته است که حکومت از احتمال حمله به مظاهره کنندگان هشدار داده بود اما آنان نسبت به این مسئله بی‌توجهی کردند در سرمقاله آمده که در این رویداد هم رهبری مظاهره کنندگان به خاطر بی‌توجهی به این هشدار مقصرند و هم مسئولین امنیتی ملامتند که فقط به اتخاذ اقدامات سراسری اکتفا کردند در سرمقاله کابل پست همچنان آمده است که باید از خانواده‌های قربانیان پرسیده شود که جوانان و اطفالشان بنابر کدام دلیل برای اشتراک در این مظاهره فراخوانده شده بودند و اگر این دلیل منطقی نباشد باید مسئولین این مظاهره محاکمه شوند روزنامه سرنوشت در سرمقالهش پرسیده است که مسئولیت حمله بر راهپیمایان دیروز به دوش کیست؟ در سرمقاله آمده است که حمله دلخراش هیچ گونه توجیه ندارد اما داعش دشمن است و وحشی و کارش همچنان این است که وحشت خلق کند سرمقاله نویس نوشته که این مسئولیت در قدم اول بر میگردد به حکومت و سپس به تنظیم کنندگان مظاهره که چگونه شرایط امنیتی را درک نکردند و همچنان مظاهره بزرگ را راه اندازی کردند محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور امروز به روسیه سفر کرد در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده است که آقای اتمر در سفر چهار روزه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مشاور شورای امنیت ملی و وزیر خارجه وزیر دفاع آن کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت در خبرنامه آمده است که آقای اتمر در این دیدارها خواستار کمک تجهیزات نظامی مشمول تیاره‌های جنگی نو ام عبده و M35 مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر و نیز گسترش همکاری های دو جانبه سیاسی و امنیتی از روسیه می شود. حکومت افغانستان روی پیشنویس یک طرح تازه در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی کار می کند. دفتر مطبوعات ریاست اجرائیه با تاکید بر این مطلب می گوید که این طرح بدیل فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی است. یکی از معاونین ریاست اجرائیه در صحبت با رادیو آزادی گفته که ممکن این طرح به مجلس نمایندگان فرستادن نشود. این تصمیم پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیته مختلط که متشکل از اعضای شورای ملی بود اتخاذ شده است. از همراهیتان تشکر تا دیدار دیگر خدا نگهدار.